یعنی 18 سال پیش همیشه خدا سینگل بودم. خب زوخ کنم براش. گفتم تا زنده ام این ویدیو رو برای شما بگیرم. 3 2 1. سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به یک ویدیو جدید با من. بچه ها امروز یه ویدیو خفن دارم، قولشو بهتون داده بودم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم و یه یادی از خاطرات گذشته بکنیم، یادتون نره چنل من رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش هم فعال کنین که هرچی ویدیو جدید میذارم از دست ندین. این سم میذارم این بالا، اگه فالو ندارین فالو کنین. بچه ها تو ویدیوی قبلی بهتون گفتم که نزدیک ولنتاین بود، بهتون گفتم حتما نباید کادو پولی باشه، میتونه یه کار هنر باشه، یه چیزی که دوست دارید و به عزیزاتون هدیه بدین، یه کار هنری با دست خودتون باشه. میتونه نقاشی باشه، مثل این که من کشیدم روی بوم کوچولو با سپایه، هیچ هزینه زیادی هم نداره. و یا نه، میتونی با چیزای خیلی کوچیک‌تر که همه چی از اول کار هنر خودت باشه و با دستای خودت درست کرده باشی باشه. و آقا من اومدم یه ویدیو رو بگیرم، اول زلزله اومد شبی که داشتم ویدیو رو میگرفتم، بعد دستم اینجوری شد، گفتم تا زنده ام این ویدیو رو برای شما بگیرم. پس دارین که داشته باشی مواد لازم، چوب آب سلانگ یا همون چوب بستنی که باید برید از اونجا که لبنان پزشکی میفروشن بخرید، رنگ اکلولیک یا گواش، چسب حرارتی یا تفنگی یا مثلا چسب مایه، اتود، مداد، آب که حلال رنگمونه، یه جایی که رنگ رو مخلوط کنید، انواع قلم موها که لازمتون میشه، کاربون، کپی طرحتون و طرح مورد نظره. بچه ها برای ابتدا چوبای آب سلانگ رو از همدیگه جدا میکنه، اونایی که سالمه سالمه، با اونایی که کمی حالا زدگی دارن و اینا یا مثلا قرن برجستگی دارن اینا رو جدا میکنه. اولین روش که صافه رو انتخاب میکنم میذارم اینجا. حالا دو قسمتی که قراره اینا رو بچسبه رو انتخاب میکنم و میچسبونم. باید فشار بدید و پهلوش من اینو چسبوندم، این روی کاره، اول پشتشو کردم اینجوری چسبوندم، الان پایه. حالا بقیه رو باید روی این بچسبونیم. ببینید قشنگ چک میکنم اینجاش زدگی داره، اینجوری داره، این به درد کار من نمیخوره، میذارم کنار و این الان صاف هستش، این خوبه. روی این دوتا چسب میزنم، چسب که زدم چوب بعدی رو میچسبونم. سعی کنید توی یه خط باشم و قشنگ به هم نزدیک و فشار بدید. ببینید به این صورت. دوباره قسمت بعدی. بچه من سال 82 یعنی 18 سال پیش هنرستانی بودم و بعد یه خانمی داشتیم به نام خانم طاهری که بچه آخرش ما فهمیدیم که فامیلی این طاهری بوده، بهش میگفتن طاهری. و منم از اونجایی که عاشق هنر بودم و رشتم هم نقاشی بود، اسم درسم یادم نمیاد، ولی کار خفن انجام میدادیم، کار هنری انجام میدادیم، یه چیزی مثلا ابداع میکردیم از خودمون و اینم یکی از اونا بود. و من از قبل همیشه، یعنی میگم 18 سال پیش، هنوز اینو یادمه. هدیه که میخواستم بدم استفاده میکردم از این کار، برای ولنتاین، برای کادوی تولد، برای یادگاری. تمام فامیل از این آب سلنگ داشتن تو خونه، من به همه کادو داده بودم به یه مناسبتی، واسه تازه عروسا، واسه همه.
بچه ها ما یه درس هم داشتیم چاپ بود، بعد اون درس چاپمون هم مثلا جعبه سازی یاد میداد، بعد یاد میداد روی مقوا طرحی که خودت دوست داری و چاپ بزنی و هدیه بدی و جعبه بسازی و خیلی کارا. آقا از اونجایی که من همیشه خدا سینگل بودم و هیچ موقع کسی رو نداشتم، دختر و پسر فامیل میخواستن کار خاک بسره بکنن و کادو ولنتاین بدن و اینا، دیگه ایشی نبود جز الناز تا مثلا واسه شون جعبه درست کنم و اینا. دیگه خانواداشون هم نمیفهمیدن، دیگه همیشه جعبه درست میکردم، نمیدونم از اینا درست میکردم، چیزای هنری کادو میدادم. همینجور که میبینید این آماده شد، این شکلیه و من تنها از قبل روش کشیدم که یه دونه آماده باشه، کمتر وقتم تلف بشه. شما میتونید با ایتود خودتون بکشید، میتونیدم نه کاربون بذارید و کپی کنید. بعد چون اون از اون وره، من میخوام اینو از این وره. طرح من اینه و من طرح رو انتخاب کردم که رنگیش اینه. بچه ها میخوام این وسط باشه. حالا اینو بر میداریم و کاربونو میذاریم. بچه همینجور که میبینید من دارم طرح و کپی میکنم. باید حتما بچه ها دستتون تکون نخوره، یا چسب بزنید یا اینکه اینه من دو دستی بگیرید کارو. طرح و کپی کردم، بریم ببینیم که چی شد. دندن بچه اینجا تر رو اشتباه زده بودم و تمام اینا رنگ میاد روش، ببینید. و اصلا جای نگرانی از نیست. از اونجایی که من چوبام زیاد بود و یا سلانگم، یه دونه از این تر کشیدم، یه دونه از این تر و یه دونه از این تر. الانم میریم برای رنگامیزیشون. من رنگامو داخل پالت ریختم و الان میخوام شروع به کار کنم. قلم رو قشنگ خیس میکنیم. ببینید میخوام از رنگ زرد استفاده کنم. اینجا زرد داره و یه سری روشن نارنجی هم باید بهش بزنیم. برای جایی که مثلا ظریف از قلموی ظریف 0, 2, 1 بسته که به کارت داره و جایی که لازم مثلا اینجوری پهن باشه از قلموی پهن‌تر. الان این شماره 7.
دیش دیری دیریم ایشالله. بچه ها شد این و اینکه الان باید دورگیری کنیم، یعنی اونجایی که خطای سیاه داره درست تر رو کشیده منم بکشم که تر بیشتر پیدا باشه. و میتونی یا از راپیده استفاده کنی، خب نداری از یه خودکار مشکی به همین سادگی. خدایا میخوام زخ کنم براش. اینم هنر علت خانوم، خیلی قشنگ شد. خیلی الان بچه ها اینا رو هم رنگ میکنم و اینو حتی یه ویدیو کوتاه از اینا به دور توند میگیرم که ببینین که تفاوت کارم ببینین در آخر همه رو نشون میدم. این تموم شده، خیلی جذاب شده، گذاشتمش روی سپایه و اینم تموم شده. اینو دارم تمومش میکنم، فقط بقیه بنداشون مونده. اینم که کلن رنگ کنم. و تمام. خیلی قشنگ شد. اینم هست دیگه. الان باید بندش رو درست کنیم. میتونید هم از روبان استفاده کنید، هم از این نخایی که مثل نخایی گونی هستش. چسب حرارتی رو گرم میکنیم. حالا پشت کارو میگیریم، چسب رو میزنیم و نخ رو آویز میکنیم. دوباره یک کمی بیشتر. حالا این ور بقیه هم بندش رو بذاریم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید که هرچی ویدیو جدید میذارم از دست ندی. در ضمن توی کامنت ها یادتون نره برام بنویسید که از چیزای آموزشی هنری اینجوری خوشتون میاد، بازم ویدیو براتون بذارم. اینم خیلی قشنگ شد. تا ویدیو بعدی خدافظ.